بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود تقدیم شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید. بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید عزیزان. انشاءالله که همواره صحتمند و سلامت باشین و همچنان تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را، و امیدوارم که خداوند مهربان به برکت این ایام پر برکت انشاءالله تعالی که یک مقدار از سختی هایی که روزها بر مردم مظلوم افغانستان عارض شده کمتر کنم، و انشاءالله که فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف را نزدیکتر بگردان الهی، آمین. عزیزان و محترمان ما، همچون دیگر روزهای شنبه، ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر خاوری، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، و همینطور تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را. امیدوارم که همه ما پیروان واقعی حضرت باشیم. انشاءالله انشاءالله. بسیار تشکر از شما. بینندگان محترم، ما همطور که شما عزیزان هم میدانید در روزهای شنبه در هفته های اخیر موضوعی گفتگوی ما با کارشناس محترم خانم دکتر خاوری در مورد بخشش و بخشندگی است و از زوایای مختلف همین مسئله را هم بحث میکنیم. بر هیچ کس هم پوشیده نیست که چقدر یک عمل حسن هست و چقدر خوب است و از لحاظ دینی ثواب داره و از لحاظ اجتماعی و دنیوی هم آثار و فواید بسیار زیادی داره بخشندگی و بخشنده بودن، چه برای کسی که او بخشش را دریافت میکنه و چه برای کسی که اعطا میکنه و میبخشه. اما قطعا بخشش و بخشندگی باید یک شرایطی داشته باشه. چون خانم دکتر، مثلا یک ضرب المثل بسیار جالب است، میگه که یک نفر روغن ریخته را نذر مومزاده میکنه، یعنی یک چیزی که ضایع شده، تباه شده، او را به یک نفر دیگه میبخشه. ممکن که یک نفر متاسفانه حرکت را انجام بده، او نانی که دیگه خورده نمیشه، بیاد شده یا از بین رفته بیشترش، او را مثلا بخواهی که دیگران اعطا بکنه، یا یک مالی که ضایع شده را سعی میکنه به دیگران بده، باز به خیال خودش احساس میکنه من چقدر انسان بخشنده ام هستم، همین مالی که ضایع شده بود را به دیگران اعطا میکنم. میخوام که در این برنامه شما برای از ما بینندگان و از ما در مورد شرایط بخشش توضیح بدین که یک نفر که میگن بخشش قدر خوب است و ثواب دارد و آثار معنوی و آثار دنیوی داره، یعنی بخشش باید چه آدابی داشته باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ ما در رابطه با عوامل و موانع بخشش صحبت کردیم، گفتیم که اگر میخوایم یک انسان بخشنده باشیم و از آثار و برکات بخشندگی استفاده کنیم و بهره ببریم، لازم است که عواملش را توجه داشته باشیم، این عوامل را دقت بکنیم که در خودمان جمع بکنیم، و موانع را هم دقت داشته باشیم که دور بکنیم. بله بله. خب ممکنه که بینندگان عزیز ما فکر کنن که خب عوامل و موانع را ما میدانیم، بنابراین ما کاملا یک انسان بخشنده میشیم و به هر نحوی که بخوایم میتونیم بخشش کنیم. ولی باز باید بدانیم که در دستورات و آموزه های دینی ما، مثل خیلی از بحث ها و موضوعات دیگه، شرایط و آدابی داریم. در بحث بخشش کردن هم این شرایط و آداب را ما باید رعایت بکنیم و مد نظر خودمان قرار بدیم. از جمله این شرایط ایست که انسان باید بخششی را که انجام میده، این بخشش باید بدون آزار و اذیت باشه. ما در آیه قرآن هم داریم، در سوره بقره و آیه 264، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. از لفظ عزا استفاده شده، یعنی که شما صدقه یکی میده، صدقه هم یکی نه و بخشش کردن است. بله. این نباید همراه با اذیت کردن باشه. و در ادامه آیه خداوند متعال میفرماید که اگر کسی
برای خودنمایی بخوای بخشش بکنه، ای در واقع به منزله انسانی است که ایمان نداره به خداوند، یکی. و دومین مرتبه این که یک مثال بسیار جالبی در این آیه وجود داره، ایه که کسی که به این شکل بخشش بکنه برای خودنمایی با آزار و اذیت دیگران، مثل سنگی است که بر روی این سنگ گرد و غبار و خاک نشسته. وقتی که بر روی سنگ گرد و غبار و خاک می نشینه، با آمدن باران کل این گرد و خاک ها و غبار از روی سنگ میره و هیچ چیزی نمی مانه. برای شخصی که به این شکل هم بخشش بکنه، در واقع اگر با اذیت و آزار رساندن به دیگران باشه، هیچ پاداشی نخواهد بود. بنابراین پس شرایط مهم هستند، آداب مهم هستند. صرف بخشش کردن خوبه، ولی تنها و کافی نیست. بنابراین ما باید آدابش را هم مد نظر بگیریم، ای که چگونه بخشش بکنیم، با چه شرایطی بخشش بکنیم. پس شرط اول این بود که ما باید با اذیت کردن پیش نریم. حالا باز در مورد اذیت کردن میگیم که خب اذیت کردن به چه شکل در بخشش صورت میگیره. فقط نکته اول ای که ممکنه باز در ذهن بینندگان عزیز ما ای بیایی که به چه نحو میشه که انسان داره کار خوبی رو انجام میده، این کار خوبی رو که انجام میده ولی آخر بی نصیب میمونه. مثالی که خداوند متعال فرمودن که کل این غبارها از روی سنگ پاک میشه و هیچ نصیب و بهره‌ای بر اون شخص نمیمونه. مگر ممکنه که انسان کار خوبی رو انجام بده ولی پاداشی نبره؟ خب خود بخشش کردن کار خوبی است، اما اذیت کردن بعدش باعث میشه که خوبی بخشش کردن از بین بره. خانم دکتر، من یک خاطره به یادم آمد و به ذهنم رست نمیره بگویم. آن من نمیفهمم که آیا این خاطره مستاق همین مسئله که شما میگید است یا نه. باید که بینندگان عزیز قضاوت بکنن. ما یادم میاد که ما خردترکی بودیم، به مکتب میرفتیم یا به مسجد میرفتیم که یک نفر از ما قرآن یاد بده و سفاره یاد بده، قرآن یاد بده و اینها. و این یک نفری بود، معمولا من نمیفهمم که چرا این رقم بود، که معمولا افراد بد اخلاق بودن، یعنی برایگان از وقت خودشان گذر میکردن، علم خودشان را به دیگران اعطا میکردن، اولادای مردم را یاد میدادن قرآن، ولی بسیار با بد اخلاقی، بسیار با بدخویی. و من یادم میاد که هیچ روزی نمیشد که ما از اونجا، از اون مکان خارج میشدیم و یکی دو نفر لط نمیشدن. و فکر میکنم که اما نفر قصد خیر داشت، چون که از وقت خودش گذر میکرد، چیزی که یاد داشت را به اولادای مردم یاد میداد. ولی خب یک خاطره بسیار بد از خودش در ذهن همه نمود. اطفالی که در اون مسجد، در اون مکتب گرده هم میامدن، از خودش به جای گذاشته بود. شاید یک رقم اینمی مسئله هم مستاق همی باشه که هرچقدر تلاش میکرد اما در نهایت امیدوارم که در اجر اخروی خود دریافت بکنه، ولی خب در دنیا تأثیر مثبتی از لحاظ فکری و ذهنی در ذهن و اطفال نمیگذاشتن این فرد. کاملا مستاقی که فرمودید مرتبط با بحث ما میشه که کاری خوب را وقتی انسان انجام میده، بعدش اگر با عمل بدی باز مرتکب بشه، خوبی او از بین میره. ما یک بحثی داریم به نام حبط اعمال. یعنی انسان وقتی کار خوب را انجام میده، باز بعدش کار بدی مرتکب میشه، این کار بد باعث میشه خوبی او، عمل خوب و نیک هم از بین بره. و در قرآن هم داریم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم. اعمال اینها چی میشه؟ حبط میشه. کیا؟ کسایی که آیات ما رو، نشانه های ما رو تکذیب کردن، گفتن که اینها دروغه، روز قیامتی وجود نداره، بنابراین اگر هر کار خوبی هم که انجام بدن دیگه هیچ فایده نداره، یه اعمال خوبشون حبط میشه و از بین میره. بنابراین در بخشش هم به همین شکل است. ممکنه که
معلمی باشه که از وقت خودش میگذره و این وقت در اختیار دیگران قرار میده و او علمی را که داره و سالها اندوخته او را هم در اختیار دیگران قرار میده، ولی ممکنه که با اذیت کردن و تنبیه کردن، لت کردن، این پاداش عمل خودش را از بین ببره یا حداقل کم بکنه. این موارد هست. بنابراین ما میتونیم در بحث بخشش کردن و صدقه دادن، انفاق کردن هم بگیم حتما باید بدون آزار و اذیت باشه، چون آزار و اذیتی که بعد از عمل خوب بخشش میایه باعث میشه که او عمل بخشش حبط بشه یا به عبارتی از بین بره. بنابراین پس خب دو تا یا دو نوع انفاق داریم، حواسمون باشه، انفاق ممدوح و انفاق مذموم، یا انفاق کردنی که خوب است و مورد پسند است و انفاق کردن مذمومی که ما نه شدیم از این نوع انفاق کردن. شاید یکی از نمونه های انفاق مذموم و اینکه ما نه شدیم از او، همین انفاق به همراه آزار و اذیت کردن باشه، که ما دیگران اول بخشش میکنیم، انفاق میکنیم، صدقه میدیم، ولی بعدش او عمل خوبمان را با اذیت کردن باعث میشیم که خب از بین بره یا اثرش کم شه. در قرآن مجید هم آیه 265 سوره بقره در رابطه با انفاق ممدوح، انفاقی که خب مورد پسند است و ما اگر قرار انفاقی انجام بدیم باید به این شکل باشه، مثال زیبایی خداوند متعال می‌فرماید، مثل باقی است که اگر هم باران به صورت حالا رگبار و بسیار شدید بباره باز محصولات باغ زیاد میشه، اگر هم باران کم باشه باز هم باعث تراوت و نشاط این باغ میشه. بنابراین انفاقی که همراه آزار و اذیت نباشه، ممدوح و پسندیده باشه، شرایط و آداب انفاق درش رعایت بشه، انفاقی است که انشاءالله او آثار انفاق بر ما خواهد آمد و ما از اونها بهره خواهیم برد. و به حدی این آزار و اذیت کردن و یا بگیم که شرایط و آداب بخشش کردن مهم هست که خداوند متعال باز می‌فرماید در سوره بقره که قول معروف، یعنی سخن نیکو و مغفرتون خیرون من صدقت نیت به عذاب. اصلا شما با قول نیک برخورد داشته باشید با شخص سائل، کسی که نیازمند هست، بهتر از اینه که شما بخواید صدقه بدید، انفاق بکنید، ولی بعدش همراه با آزار و اذیت باشه. یعنی اگر کمک نکنید ولی با احترام برخورد بکنید، ای بهتر است از او انفاق کردن و بخشش کردنی که همراهش اذیت و آزار دیگری باشه. چون عزت نفس انسان، خانم دکتر، همونطور که در برنامه گذشته شما و دیگه کارشناسای محترم برنامه می‌فرمایید، بسیار بسیار مهم است برای خداوند. و او سائل هم قطعاً گرچه که شرایط بسیار سخت داره و الان در حال فقر و درویشی افتاده و سوال میکنه از دیگران درخواست کمک داره، اما قطعا او هم برای خودش انسان است، عزت نفس دارد. شکست شدن عزت نفس هر فرد ممکن آثار بسیار مخرب داشته باشن، هم در آینده او فرد و به مرور زمان در آینده کل اجتماع قطعا اثر خودش را خواهد گذاشت. کاملا درست است. بنابراین پس ما باید مراقب آزارها و اذیت‌ها باشیم. بعضی وقتا اینها اصلا عمدی نیست و بسیار ناخودآگاه از ما سر میزنه، ولی خب ما به دقت ما رو در قسمت داشته باشیم که حرفی نزنیم، حالا به شوخی یا به جدی. ممکنه که کمکی میکنیم ولی باز یک حرفی میزنیم که باز این حرف ما ممکنه چی آزاردهنده باشه، ممکنه که در قالب شوخی بوده باشه یا اصلا چیزی به دل ما نباشه، ولی ممکنه که شخص با این حرف ما عزت نفسش دچار خدشه شوه و مشکل دار شوه. یا این که ما دیدیم بعضی مواقع افراد بخشش میکنن، انفاق میکنن، ولی افراد را اذیت میکنن از این نظر که در صفهای بسیار طولانی در زیر آفتاب گرم
یا هوای سرد زمستانی نگه میدارن، باعث اذیت میشن، یا صفا بسیار طولانی است. بالاخره میشه انسان یک فکری بکنه که این صفای طولانی شکل نگیره، انفاقش حالا تقدیم کنه به افراد، یکی این به این شکل نباشه که افراد بیایند و دچار مشکل شوند، اذیت بشن. بله. یا اینکه از بعض وقت ما این آزار و اذیت ما ایست که لوازم میریم میدیم که این لوازم حقیر است و باعث تحقیر دیگری میشیم. لباسی داریم که دیگه این لباس را نمیپوشیم، قابل استفاده نیست. چون قابل استفاده نیست، به قول شما روغن ریخته را نظر امامزاده میکنیم. در این قسمت هم لباس رو که استفاده نمی کنیم و اصلا قابل استفاده نیست را در اختیار دیگری قرار میدیم. خب دیگری هم شخصیست مقابل ما که ناچار است، نیازمند است، ولی خب ما با این کار ما ممکنه که دل این شخص را بشکنیم. بله. و چه بسا که با این آزار و اذیت کردن ها، چون ما میدانیم که در بحث انفاق کردن و بخشش کردن در واقع طرف ما خداوند متعال است، بنابراین باید سعی کنیم وقتی طرف ما معامله ما خداوند متعال هست، با بهترین شرایط از بهترین چیزها بخشش کنیم و انفاق بکنیم. میگن که کلید طلایی اخلاق است که آنچه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. هیچ کس قطعا نمیپسند که یک نفر برایش یک بخششی بکنه او از بدترین چیز و یک چیزی که دیگه ضایع باشه و بلا استفاده باشه برای انسان بخشش بکنه. اگر من ایره برای خودم نمیپسندم، برای دیگران هم نخواهیم. بینندگان محترم و عزیز ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 را عزیزان و محترمان فراموش نمیکنید. شماره تماس واتساپ برنامه از ماست و شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ هر کدام سوال در مورد موضوعات برنامه دارید، اگر انتقاد یا پیشنهاد دارید، با همکار نظم در جریان بگذارید. قطعا نظرات شما بزرگواران بررسی میشه و سعی میشه که حتما اعمال شوه. ما در فضای مجازی هم حضور داریم از طریق یوتیوب، آپارات، تلگرام، اینستاگرام و دیگه فضای مجازی. میتونید که شبکه هادی تیوی را دنبال بکنید و برنامه خودتان، برنامه روشنا را ببینید. در آنجا هم میتونید که نظرات خودتان را در کامنت بگذارید، حتما نظرات زیبای شما را میبینیم. خب خانم دکتر بزرگوار، بحث در مورد شرایط و آداب بخشندگی است و شما فرمودید که انسان باید که سعی کنه که از بهترین چیزها عطا کنه و ببخشه. ما یک داستان بسیار زیبا به ذهنم رسید که گرچه یک مقدار شاید طولانی باشه و در برابر سخنان شما قطعا سخن از من جلایی نداره، اما خب من میره برای بینندگان عزیز میگم که بسیار جالب است. حاتم طایی را میگن که بسیار بسیار بخشنده بود، فردی بود که مشهور است در ادبیات عرب و در ضرب المثل ها. حتما شما بینندگان عزیز هم شنیدید که حاتم را میگن که بسیار بخشنده است. یک روز ازش پرسان کردن تو که هر روز در خانه دسترخوان پهن است و مهمان میایه و مورا، و اگر کسی به نزد تو بیه و چیزی از تو بخواید، پرسان کنه، از تو مالی بخواید، تو او را دست خالی روان نمی کنی، از خودت بخشنده تر هم دیدی؟ حاتم گفت بله، من در یک بیابانی رفته بودم، یک نفر اعرابی را دیدم که یک چادر داره، یک خیمه داره و در زیر امو خیمه شش تا و یک دنه بوز هم داره از دار دنیا. انمو روزانه شیر بوزه می دوشه، امو را مصرف میکنه. من برش گفتم مهمان نمیخوای؟ گفت چرا، بیا در خانه مهمان شو. و امی عربی وقتی که نان چاشت برای من آورد، من متوجه شدم که امو بوز خود علال کرده، سرش رو بریده و به سر سفره آورده. من اونجی متوجه شدم که از من بخشنده تر است، چون به خاطر ای که به یک نفر به مهمان خودش عطایی داشته باشه و دسترخانی پهن کنه، از تمام زندگی خودش گذشت، چون بوز او تمام دارایی و مال و اموالش بود، از تمام اموال خودش گذشت. در حالی که من حاتم وقتی که بخشش میکنم، ممکن که از بخشی از اموال خودم بگذرم. یعنی خانم دکتر، بخشندگی این رقم است. یک نفر که روح بخشنده داشته باشه، دلش نمیایه که یک چیز بد را
در یک نفر مقابل خودش بده، سعی میکنه که بهترین ها را به او بده. و فرد عربی آمد، تنها چیزی که در دستش بود و از طریق او ارتزاق میکرد و روزی خودش را میگرفت، او را در حاتم بخشید. همطور که شما فرمودید، یک نفر وقتی که میخواد به دیگران بخشش داشته باشه، سعی کنه که بهترین ها را بخشش کنه. کاملا درست است، باید از بهترین ها باشه و علاوه بر اینکه از بهترین ها باشه، همراه آزار و اذیت نباشه. بنابراین کسی که روحیه بخشش را داره باید آزار و اذیت را مراقب باشه، مراقب کلام و عمل خودش باشه که شخص مقابل، شخصی که نیازمند هست، دچار ناراحتی و کینه نشه ازش. این یکی از شرایط و آداب اولیه در بحث بخشش کردن و انفاق کردن محسوب میشه. ما حالا نمونه های دیگه هم داریم از آزار و اذیت کردن ها. افرادی ما میشناسیم که اینها اهل بخشش کردن هستن، ولی برای بخشش کردن خودشان وارد خانه دیگران میشن، بسیار جستجوی بسیار عمیقی دارند که آیا این نفر مستحق است یا نه. تمام مکان خانه رو بازرسی میکنند. این خب جستجو کردن هم لازمه. افرادی که میخوان کارهای سازمانی یافته تر دارن، دوست دارن که خب به فردی بخشش بکنن که مستحقن، ولی باید بشینن فکر بکنن بین خودشان که بحث بازرسی کردن، جستجو کردن و پیدا کردن شخص مستحق را از چه طریقی، از چه شیوه استفاده بکنن که عزت نفس و کرامت او شخص دیگه اینجا از بین نره. بسیار مهم است. و این آداب یا ادب اولیه جز شرط اولیه است. اما دومین مورد که باز در آیه شریفه ذکر شد، این که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن. بالمن یعنی با منت دادن هم همراه نباید باشه. پس یک، آزار و اذیت نباید همراهش باشه. دو، اینکه منت هم همراه بخشش و انفاق ما نباید باشه. و حضرت علی علیه السلام هم میفرمایند که سنگینی و وزر و بال صدقه با منت خیلی بیشتر است از پاداش او صدقه دادن. صدقه که درش یا انفاقی که درش منت باشه، این بسیار سنگین تر است از پاداشش. این پاداش به مراتب پایین تر است. اگر از پاداش رو از بین نبره، باعث کمتر شدن، باعث حداقل شدن پاداش میشه. و همینطور ایشان میفرمان که از کرامت انسان نیست که بیاید احسان خودش رو تیره کنه، تار کنه. با چی؟ با منت گذاشتن. پس بنابراین کمک کردن بسیار خوب است، بخشندگی بسیار خوب است، اما منت گذاشتن بعدش میفهمیم که باعث تیره شدن ای عمل ما میشه. و خب وقتی خود عمل را تیره کنه، پاداشم در واقع یا نخواهد داشت یا بسیار کم و حداقل هست. حالا نمونه های منت گذاشتن به چه شکله؟ ما بعضی وقتا به کسی کمک میکنیم، باز بروخش میکشیم. اگر یادم تا باشه، مثلا فرزندانی که کوچکتر هستن، کودک هستن، وقتی به همدیگه چیزی میدن، باز وقتی که ناراحت میشن سریع بروی همدیگر میارن، یا ممکن ناراحت هم نشن ولی سریع بروی هم میارن. این بروخ کشیدن شخص فقیر یک نوع واقعا منت گذاشتن. این که من به تو کمک کردم، انفاق کردم، بخشش کردم بهت، یک نوع در منت گذاشتن. ممکنه ما خودمونم متوجه بحث نشیم، فکر نکنیم که منت گذاشتن باشه. و اگر اوقات نه تنها به خود و فرد گفته میشه، که در جمع ها گفته میشه که آره من فلانی چقدر نیازمند بود، من یک روز دیگه به دخانش رفتم، نانم نان خوشکم نداشت بخورد، بسیار دلم برای آل اولادش سوخت و یک مال رو برش دادم. وقتی گفته میشه، به خودش گفته میشه یه منت از چقدر عذاب میکشه، پس در جمع گفته میشه، پس عذابش دو برابر میشه. دو برابر میشه و کلن عزت نفس و کرامت شخص را ما کاملا له کردیم و از بین میبریم. یا که ما بعضی وقتا وقتی به شخص بخشش میکنیم، توقع داریم ما از ما تشکر کنه، یا وادارش میکنیم از ما تشکر بکنه.
این رفتار رو هم دیدیم که بودن افرادی که بخشش رو انجام دادن و یک جور وادار کردن شخص خب ازش از من حال تشکر کنم که به انفاق رو انجام دادم، و یا غیر از تشکر کردن پاداش دیگه ای بخوایم که کاری برای من انجام بده. خب من به تو بخشش کردم، حالا جای دیگه تو باید حتما برای من کاری انجام بدی. اینها همه منتگذاری است. یا ممکنه که ما کارمون به اون شخص گیر کنم، بگیم که من فلان روز برات بخشش کردم، در عوض او بخششی که من برات انجام دادم امروز تو باید کار من را راه بندازی و انجام بدی. و به معنای دیگه خانم دکتر، منظور شما است که وقتی که انسان بخشش میکنه دیگه فراموش کنه اون مال را که داده، فراموش کنه که کار را کرده. و این فرمایش شما مرا یاد یک کاری انداخت که بسیار انجام هم میشه و رواج هم داره. بینندگان عزیز از ما هم میدونن که وقتی که در افغانستان یک دسترخانی پهن میشه برای که به اطفال یا به ایتام یا به انسانهای نیازمند بخششی شوه یا نانی داده شوه، دیگه دوربین های فیلم برداری را مبرن، اطفال را میارن کنجی دسترخان پهن است، این طفل چشمش بنان است، باید که اونجی از او کسایی که او سفره و او دسترخان را پهن کردن تشکری انجام بده و اینها. من فکر میکنم این هم بسیار زیبا نباشه، امر مقبولی نباشه. درست نیست که وادار بکنیم دیگران را که از ما تشکر بکنن. اگر که ما به نهادهایی که مال خود را میدیم که اونها در اختیار دیگران قرار بدن اعتماد داریم، دیگه این کار هم شاید ضرورتی نداشته باشه. کاملا درست است. و متاسفانه با حالا از مضرات گسترش فضای مجازی همیست که خب افراد با کوچکترین کاری که انجام میدن یا کمک میکنن، بخشش میکنن، دوربین خود میگیرن، فیلم میگیرن و خب با این کار موجب میشه که شخص تحقیر شوه، عزت نفسش از بین بره. یا حتی امو صورت فرد مقابل را، فردی که او بخشش را گرفتم، اگر که شطرنجی بکنن باز بهتره. کامل چهره معلوم است، او هم اگر طفل است فردایی داره، بزرگ میشه، شاید که اطرافیانش برش بگن تو هم کسی بودی که قدر نیازمند بودی که دیگران برات کمک میکردن، تصویر تو رو در اینترنت نشر میکردن. درست نیست این حرکت. بله، بنابراین ما باید حواسمون باشه رفتارهایی که این رفتارها ما درش توقعی داشته باشیم. منت گذاشتن در واقع به این شکل است که ما از شخص مقابلمان توقع داریم این رفتارها از ما سر نزنه، چه بخوایم که گفتاری باشه و کلامی باشه به شکل تشکر کردن کلامی، یا اینکه از نوع عمل کردن باشه، بعدا بخوایم جای دیگه کارمان را راه بندازه. با قبل شما ما باید فراموش بکنیم و با کسی که معامله میکنیم در بحث بخشش فقط با خداوند متعال باشه و ما توقع از خداوند متعال داشته باشیم در بحث بخشش کردن. چون معامله ما با خداوند است. سومین شرط یا از آداب بخشش کردن ایست که خیلی بهتر است که در پنهانی و در خفا باشه، به صورت پنهانی باشه. همونطور که ما توصیه شدیم که حتی در نصیحت کردن هم سعی بکنیم که پنهانی نصیحت بکنیم، یعنی شخص را در جمع نصیحت نکنیم. در کمک کردن هم به این شکل است، چون بسیار عزت نفس و کرامت افراد در دین ما بسیار مهمه و اگر دستوراتی داده میشه، اگر آداب و شرایط وجود داره، همیشه در جهت حفظ عزت نفس اشخاص و دیگران بوده. ما اگر میخواییم نصیحت بکنیم، اگر میخواییم بخشش بکنیم، باید در طوری باشه که به صورت جمعی نباشه. البته در بحث بخشش کردن ما در بخشش علنی هم داریم، بخشش آشکار هم داریم و بخشش پنهان هم داریم، و بخشش آشکار هم فوایدی داره، هیچ اشکالی نداره. یکی از فواید بخشش آشکار است که باعث میشه که الگویی بشه برای افراد جامعه. ما یا ما اگر ببینیم شخصی داره بخشش میکنه، من تشویق میشم، بعد من بخشش کنم دیگری هم تشویق میشه، تقریبا یک جمعی داریم که بخششگر است. بله، این فواید وجود داره. درسته. در حد 2 دقیقه اگر یک جمع‌بندی بفهمید تشکر. بنابراین پس ما بخشش علنی هم داریم، در بخشش علنی هم فوایدی هست، ولی
باز برای ما سفارش شده که با این که بخشش علنی بسیار مورد تأکید هستش، ولی در خفا بودن و مخفیانه بودن و پنهانی بهتر است. که باز در آیه قرآن هم همین بحث را داریم که اگر صدقه ها را آشکار میکنید کار خوب است، ولی اگر اون رو پنهان بکنید و به مستمندان بدین این برای شما بهتر است. بله. پس آشکارا خوب است ولی پنهانی هم بهتر است. بنابراین در جمع میخواییم بگیم که ما باید این را مد نظر خودمان قرار بدیم که در بحثی مثل بخشش ما آداب و شرایطی داریم که این آداب و شرایط بسیار مهم هستند، به نحوی که ما اگر بعضی از این آداب و شرایط را به جای نیاریم مثل این است که هیچ کاری انجام ندادیم. درست است. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر بزرگوار، بسیار استفاده کردم و همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه روشنا بودید. عزیزان و بینندگان محترم، باز هم میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را پیشا پیش خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و لحظات زیبا و ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. بسیار بسیار نیازمند و محتاج دعای شما بزرگواران هستیم. و همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار از حضور شما عزیزان و محترمان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله.